پیام سال محمد ریگستانی درباره فرمانده علی پور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سال محمد ریگستانی در مورد فرمانده علی پور می نویسد. فرمانده علی پور تنها فرمانده ای که بدون حمایت خارجی 20 سال مبارزه کرد. صادقانه برای مردمش سینه سپر کرد، ولی هیچگاه نه رسانه از او قهرمان سازی کرد، نه کدام شاعر در وصف او شعر سرود، و نه کشور هم نژادی داشت که از او حمایت کند. در این راه چه نامهربانی های از طرف خودی ها دید. همیشه علیهش دسیسه کردند، تهمت زدند، از زمین و آسمان سنگرهای مقاومتش را در هم کوبیدند، ولی او حتی خم به ابرو نیاورد. علی پور، همه دلها مدیون زحمات تو و هم سنگرانت هستیم، شرمنده که تنهایت گذاشتیم. امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت سرپرست طالبان، با رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان دیدار کرده است. متقی گفته است که تا کنون پیشرفت زیادی در زمینه های امنیتی و اقتصادی در این گفتگو صورت گرفته است. امیرخان متقی روز یک شنبه 9 عقرب همراه با رشید مرادوف، همتای ترکمنستانی خود، در یک نشست مشترک خبری حضور یافتند. در این نشست امیرخان متقی گفت که دو طرف روی موضوعات مختلف اقتصادی و سیاسی بحث و گفتگو کردند. از سوی دیگر در این دیدار طرف ترکمنستان از متقی خواسته است که در آینده به این کشور سفر کند. امیرخان متقی گفته است که پروژه های تاپی، راه آهن، فایبر نوری و برق از بحث های عمده نشست های دو طرف بوده است. از سوی هم متقی به طرف ترکمنستانی خود اطمینان داده است که امنیت پروژه تاپی را تأمین می کند و در بخش ترانزیت اموال تجارتی سهولت ایجاد می کند. در این دیدار همچنان توافق شده است که پروژه هایی که از پیش آغاز شده بود دوباره تقویت شود و روابط تجاری در قسمت واردات مواد اولیه همچون تیل و گاز توسعه یابد. متقی در نشست خبری گفت روی تسهیل رفت و آمد و صدور ویزا برای تاجران دو طرف نیز گفتگو شده است. رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان، در این دیدارها همچنان وعده کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان داده است. از سوی هم تاجکستان خبر ایجاد پایگاه نظامی چین در خاکش را رد کرده است. وزارت خارجه تاجکستان گزارش ها درباره ساخت یک پایگاه نظامی توسط چین برای تاجکستان در نزدیکی مرز با افغانستان را تکذیب کرد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت داخله تاجکستان در بیانیه اعلام کرد که گزارش های مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی چین در تاجکستان و در نزدیکی خاک افغانستان نادرست بوده و چنین اقدامی در دستور کار قرار نگرفته است. بیانیه می افزاید که در چارچوب توافقنامه همکاری بین وزارت امور داخله تاجکستان و وزارت امنیت عمومی چین در زمینه زیرساخت‌های موجود تیم پلیس و واکنش سریع نهاد مبارزه با جنایت سازمان یافته قرار است رزمایش مشترک در ولایت بدخشان تاجکستان صورت گیرد. با گزارش رسانه دولتی خاور، تمامی تجهیزات و هزینه های لازم در طول رزمایش مشترک توسط چین تأمین و پرداخت خواهد شد. پیش از این نیز وانگ ونوین، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره گزارش ها مبنی بر ایجاد پایگاه نظامی چین در تاجیکستان گفته بود: با اطمینان می توانم بگویم که چین در آسیای مرکزی پایگاه نظامی ندارد. سخنگوی پارلمان تاجیکستان اواخر هفته گذشته گفته بود که چین قرار است هزینه ساخت یک پایگاه نظامی برای واحد نیروهای ویژه پلیس این کشور را در نزدیکی مرز افغانستان تأمین کند. رسانه ها با اعلام این خبر نیز اظهار داشتند که پایگاه قرار است در ولایت خود مختار گرنوی بدخشان در کوههای پامیر ساخته شود. این منطقه با سینکیانگ چین و ولایت بدخشان افغانستان هم مرز است. از سوی هم وزیر امور خارجه روسیه در بیاناتی گفته است جلوگیری از سرازیر شدن تهدیدات تروریستی از افغانستان در نزدیکی مرزهای روسیه برای این کشور در درجه نخست قرار دارد. با گزارش اسپوتنیک، سرگی لوروف، وزیر امور خارجه
روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که برای مسکو مهم است که از بی‌ثباتی کشورهای همسایه افغانستان جلوگیری شود. با گفته وزیر امور خارجه روسیه، برای کشورش جلوگیری از بی‌ثباتی کشورهای همسایه، جلوگیری از ورود تهدیدات تروریستی و مواد مخدر از سوی افغانستان و نیاز به سرکوب این تهدیدها در داخل خود افغانستان در اولویت قرار دارد. وی تاکید کرد که ثبات در این کشورها به ویژه برای روسیه مهم است. لاوروف گفت از آنجایی که ما با متحدان آسیای مرکزی مرز نداریم، عملا با همه آنها یک رژیم بدون ویزا وجود دارد. امنیت این مناطق برای ما در جایگاه نخست است. گفته نیست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه 20 اکتبر نیز در آغاز نشست افغانستان در مسکو گفت که روسیه نقش و تلاش طالبان برای برقراری ثبات در این کشور را به رسمیت می‌شناسد. آقای لاوروف در این نشست ضمن تاکید بر تلاش طالبان برای ایجاد ثبات در افغانستان، تاکید کرد که خطر تروریسم کل منطقه را تهدید می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین در ادامه افزود ما تلاش‌های انجام شده برای تثبیت وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان را به رسمیت می‌شناسیم، اما در عین حال باید در نظر داشت که خطر سرازیر شدن فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه کاملا جدی و واقعی است. اظهارات مثبت وزیر امور خارجه روسیه در خصوص افغانستان در حال مطرح می شود که تاکنون مسکو از به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان خودداری کرده است. با این حال ولادیمیر پوتین بیشتر و در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته بود که تعامل با طالبان ضروری است، اما نباید برای به رسمیت شناختن این گروه شتاب زده عمل کرد. در همین حال سخنگوی طالبان میگوید پروازهای بین چین و افغانستان در روزهای آینده از سر گرفته می شود. سخنگوی گروه طالبان گفت پروازها بین چین و افغانستان در چند روز آینده از سر گرفته خواهد شد. با گزارش اسپوتنیک، ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با وزیر امور خارجه چین گفت در روزهای آینده قرار است پروازها بین افغانستان و چین از سر گرفته شود. این در حال است که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، برای نخستین بار دوباره یک هواپیمای حامل جلغوزه به سوی چین پرواز کرد. یادآوری میکنیم که در آغاز ماه آگوست سال روان میلادی گروه طالبان یورش‌های خود را در برابر نیروهای دولتی افغانستان افزایش دادند و در 15 آگوست وارد کابل شدند و یک روز پس از آن جنگ را پایان یافته اعلام کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.